سلام به همگی خوش اومدین به یک ویدیو دیگه. در ویدیو یوتیوب یک آپدیت از بیت کوین پولکادو، تدا تزو شیبا سیمون اپولوس و آلکوین های بیشتر را برای شما می فقط ویدیو رو تا انتها با من همراه باشین چون دی ویدیو یوتیوب اخبار مهم از آلکوین ها رو برای شما شرمونم. قبل از شروع ویدیو اگر هنوز ویدیو لایک نکردین خیلی خوشحال میشم بریم پایین ویدیو دکمه لایک کلیک کنین. جدید هستین در کانال کانال از سابسکرایب کنی و زنگوله کانال روی آل قرار بدین. تا ویدیو بعدی یوتیوب از دست ندین لحظه که من ویدیو رو برشون میگیرم بیت کوین 49600 دلار هسته دیروز همه ای ما شاهد بودیم که بیت کوین در مدت یک ساعت از هزار دلار رفت پایین تا هزار دلار و بعد بین 12 ساعت دوباره برگشت روی 48 49 هزار دلار حدودا 7000 دلار افزایش قیمت در یک روز دیروز بیت کوین برای ما نشان داد که هر چیزی برای بیت کوین ممکن است. بیت کوین در یک روز میتونه بیش از 10000 دلار بره پایین، بیت کوین در یک روز میتونه بیش از هزار دلار پس دوباره بره بالا. این ما دیروز شاهد بودیم. بیت کوین دیروز قدرت خود را برای ما نشان داد. 7000 دلار افزایش قیمت در یک روز برای بیت کوین چیزی کوچیک نیست. همچنین ایتریوم ایتریوم رفت پایین تا 3500 دلار الان روی 4237 دلار هسته اگر شما در دیپی دیروز روی هر یک از این کوین ها سرمایه گذاری کرده باشین الان تقریبا روی سود هستین سود خیلی زیاد نه تقریبا خوب آیا شما در دیپ دیروز کدام آلکوینی خریدین اگر خریدین خیلی خوشحال میشم در کامنت بنویسین کنجکاو هستم بدانم شما کدام یک از کوین ها را در دیپ دیروز خریدین بعضی کوین ها تقریبا ریکاوری خوب زده از دیروز تا حالا بعضشان کم بعضشان زیاد ترالونا را ببینین 74 دلار تا 77 دلار هم رفت بالا اگر شما برنامه خرید برای ترالونا دارین به نظر من زیر نظر داشته باشین اما الان وقت خوب برای خریدش نیسته کمی منتظر بمانین اصلاح بخوره اون وقت میتونین برین خرید کنین زیر 50 دلار به نظر شخصی ورود خوب هست چون ترالونا چند وقت گذشته سودای خیلی زیاد داشته به محضی که دی از دیپ دیروز مارکت یک ریکاوری کوچیک زد ترالونا خیلی سریع پس دوباره برگشت در روند سودی خود ادامه داد همچنان پالیگان ماتیک حدوداً 21 درصد سود در 24 ساعت گذشته الان روی 2 دو دلار و 18 سنت باز اولکن ها ریکاوری تقریبا خوب زده در همین 24 ساعت گذشته بعضشان کم بعضشان زیاد خب اینجا یک تحلیل خیلی مهم از بیت کوین را خواندم خواستم برای شما شیر کنم تحلیل تقریبا مهم بیت کوین دیروز بدترین روز خود را بعد از ماه می تجربه کرد دیروز بدترین روز برای بیت کوین بود بعد از ماه می اما منظور از بدترین روز این که بیت کوین دیروز یک یک دیپی سنگین داشت حالا من نیاز نیست که وارد جزیات بشم ولی چیزی مهمی که دی تحلیل خواندم میخوایم ایره برای شما شیر کنم همین فروش کوین های بیت کوین فروش کوین های بیت کوین در همین هفت روز گذشته 77 درصدش سرمایه گذاران جدید بیت کوین بودن 77 درصدش یعنی کسانی که دستان ضعیف دارن و اینا خیلی راحت کوین های بیت کوین را تحویل دادن به خلدرها سرمایه گذاران بلند مدت بیت کوین ما چجوری میتونیم بفهمیم که اینا سرمایه گذاران جدیدی بیت کوین هستن اینا کسانی بودن که بیت کوین را بالای 60 هزار دلار خریدن یعنی میانگین خرید کوین های بیت کوین این سرمایه گذاران جدیدی بیت کوین 60 هزار دلار بودن ما خیلی وقت نمیشد که بیت کوین را در کانال 60 دلار داشتیم پس این بیشتر سرمایه گذاران جدید است که مارکت دیپ حالا من... خب نهنگ ها از فرصت ها استفاده مونن ولی بیشتر اینا بودن که کوین های بیت کوین را فروختن و اینجا اکتیویتی خیلی جالب را خواندم خواستم برای شما شیر کنم تا یک مقدار دیدگاه شما را نسبت به وضعیت فعلی مارکت تغییر بده ما در سال 2017 یا بیت کوین در سال 2017 چهار دراپس داشته چهار تا اصلاح داشته 4 تا اصلاح 30 درصدی یا بیشتر یعنی 4 تا اصلاح 30 درصدی یا بیشتر و اثباتش هم اینجا هسته بیت کوین در بولران یا در بازار سعودی 2017 خود یک اصلاحی 38 درصدی داشتن 38 درصدی 33 درصدی 38 درصدی 36 درصدی 29 درصدی خب بیت کوین اون وقت تا بیت کوین الان خیلی فرق مونه اون وقت ارزش بازار بیت کوین پایین بوده اون وقت بیت کوین خیلی راحت بیت کوین راحت میشد پامپ و دام کرد اما الان الان نمیشه مثل 2017 اما شما اینا رو مثلا میتونید مد نظر داشته باشین که یعنی چنین چیزها برای بیت کوین قبلا اتفاق افتاده پس یک چیز خیلی جدید نیست یا منظوریم اتفاق دیروز بیت کوین و رئیس جمهور السلوادور باز دوباره در همین کف بیت کوین خرید باز دوباره توییت نوشت که السلوادور جاست با دیپ فقط در کف خرید هیچ 150 تا کوین دیگه میانگین قیمتش هر میانگین قیمت هر کوین بیت کوین 48670 دلار و تا اینجا یک شوخی هم کرده که من لعنتی 7 دقیقه قبل این از دست دادم خب کفی بیت کوین 42000 دلار بود دیروز خب این نتونست کچ کنه اورا بگیره مون تا روی 48000 دلار خریدن خب هیچ کسی نمیتونه کفی یک ارز یعنی بدیس بیاره بگیره نه سقف یک ارزه اما اگر از استراتژی پله به پله دلار کاست اوریجینگ استفاده کنی در بلند مدت همیشه وقت نتیجه میگیری دختر خانم سلبریتی مشهور دنیا کتی پیری که حدودا 180 میلیون فالوور در توییتر داره به زودی میخواد ان های خود را روی ان های تدا لانچ کنه کدام سرمایه‌گذاری تعداد بیننده ای ویدیو هسته یا نه در کامنت برای ما بنویسین تعداد نه تنها NFT های کتی پیری را میخواد لانچ کنه همچنین ورد پوکر تور رو میخواد لانچ کنه در ایران البته فکر نماره بخیل لانچ کرد داره دو هد آخرین خبرهای خوب برای سرمایه گذاران خولدران تدا هسته و این سمت دیگه خبر بی نهای جالب برای سرمایه گذاران پول کادوت اس استار, استار 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 نتورک برنده سومین حراج های پاراچین پول کادوت شد و الان ما فقط نیاز به دو تا دود تا نتورک دیگه داریم که کلا همه حراج های پارچین پولکادوت تکمیل بشه تکمیل بشه خبر خیلی عالی برای پولکادوت هستن تا حالا ما سه تا داشتیم و این سه تا کدما بودن سه تا اولیش اولیش کدام بودن بذار اینجا ما اولیش آکالا بود دومیش مون مونبین بود سومش استار بودن و دو تای دیگه ما نیاز داریم اینا نشانگر از این است که خب خلدران پولکادوت اعتماد داره روی پولکادوت و این مثلا شک در کوین های پولکادوت به وجود بره چون اونا یعنی اعتماد مونن که کوین های پولکادوت خود را برای برای از بده و اونجا به مدت دو سال قفل میشه یعنی تا مدت دو سال دیگه اونا دسترسی به کوین های پولکادوت نداره بعد از دو سال دوباره پس داده میشه با یک سری مزایای بیشتر برای خبر خبر بذار من اینجا فکر کنم یه خبر دیگه از تزوس داشتم اینجا هست آه بله اینجا من گفتم حتما ویدیو نیست یه خبر غمگین غمگین کننده بگیم چجوری بگیم صرافی بیت مارت در 24 ساعت گذشته قربانی 200 میلیون دلاری حک را داشته یا 200 میلیون دلار از صرافی بیت مارت حک شده 200 میلیون دلار نمیدونم که شما که این ویدیو رو میبینین از این صرافی استفاده مونین یا نه چون من از این صرافی تالا استفاده نکردم و این 200 میلیون دلار بیشتر ارزهای ارزهایی که حق شده بیشترین شیبا هسته سیتاما هسته ایلونا سیارو کنی صرافی کریپ دات کام گالا هسته همچنین سیو مون خبری تقریبا غمگین کننده هست 200 میلیون دلار از این صرافی هک شده شمایی که از این صرافی است... فکر کنم خیلی ها شما یا بعضی ای از این صرافی استفاده همونین آیا ارزهای شما داخل والت های شما هسته یا نه من از این صرافی استفاده نکردم تجربه از ای ازش زیاد ندارم دیگه اگر کدام کامنتی سوال بنویسین من جواب برش ندارم خبر جالب برای سرمایه گذاران خبر خیلی جالب این که تیزوس میخوای وارد متاورس بشه یک لایف داشتن یک کانفرانس داشتن تمام توسعه‌دهندگان چون اونجا حضور داشتن برنامه دارن که وارد متاورس بشه یقینا خبر جالب برای تزوس هستن تیم تزوس الان سخت در حال گسترش اکوسیستم تزوس سمت آفریقا هستن ان NFT های NFT هایشی و اینکه وارد متاورس بشه NFT و متاورس دو تا با هم همخانی خیلی زیاد داره و این سمت دیگه خبر بزرگ, بزرگ برای سرمایه‌گذاران اپولوس اگر هنوز ارز اپولوس را ندارین فقط نظر شخصی ماست من, من فکر می‌کنم یک از ارزهایی هست که میتونه برای شما سودای خیلی خوب بده اپولوس رو چند وقت قبل روی سه دلار ما برای شما معرفی کردم الان فکر کنم 4 پنج دلار هست تا هفت دلار هم رفت بالا تگار هم فهم شمایی که رپ گوش میدین تیگار میشناسین یا نه یک از مشهورترین بزرگترین رپرهای دنیا رپر آمریکایی هستن میخوای به زودی های خود را موزیک ویدیو های خود را در قالب NFT روی آپولوس لانچ کنم که قبلا در مورد کارای لیل پام برای شما صحبت کردم که او خود موزیک موزیک ویدیو خود را در قالب ان اف تی لانچ کرد و طرفداران این آرتیست ها میتونه بره در شروع روی ان اف ها سرمایه گذاری کنه وقتی این آرتیست ها کسب کنه از طریق اینکه موزیک ویدیو خود را ریلیس کنه پخش کنه هولدران وی ان هم میتونه یک درآمد کوچیک کوچیک کسب کنه خبر یقینا جالب برای اپولوس هست و همچنین اونا اپولوس کدام اناونسمند کدام خبر بزرگ هم امروز داره که تا حالا نیامده بیرون دیدم بشه که اینجا دی ای پایین نوشته هسته که NFT سیزون اپولوس الگو الگوراند اینجا این الگو مخفف الگوراند هسته نمیدونم که اینا میخوای کدام کاری با الگورانت انجام بده یا کدام چیزی دیگه هست وگرنه چرا اینا هشتگ بیت کوین یا دیگه کدام هشتگ دیگه اینجا نگذاشت اینی بود از ویدیو امروز امیدوارم که ویدیو برای شما مفید بوده باشه حتما بچه‌ها رو در اینستاگرام فالو کنین نام اینستاگرام نام توییتر نام تیک تاک هم. این شما فقط همین نام یوتیوب رو بدون کدام نقطه خط فاصله بنویسین فقط همین دو تا رو با هم یک جا حتما مرا در توییتر به خصوص توییتر و اینستاگرام فالو کنین دیگه لایک و کامنت فراموش نشه حمایت شما را من نیاز دارم بهش تا ویدیو بعد خدا نگهدار